مهمترین دزدان وقت عبارتند از نداشتن سؤل امنیه، یعنی که بارها سخنرانی کردم باشه. سؤل هدف اصلی هستی و زندگی، امنیه اون چیزایی که میخوایم برسیم به سؤل. حضرت موسی امنیه هاش چی بود؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. ها اینا رو که میخواست، اینا خواست داشت. همه اینا رو برای چی میخواست؟ لکه یا الله، برای تو. اینا رو میخوام که بتونم دین تو رو گسترش بدم. اونش سوال. اصلا برای چی زندگی داری میکنی؟ این سوال خیلی ناجوری از هر کی پرسی آشمز میشه. سوال نداره. امنیه یعنی اون سرحد تیترال من. آقا میخوام دکتر رو بگیرم. میگم که چی بشی؟ میگه خب استاد دانشگاه بشم. خب بعدش چی؟ چی میخوای؟ بعضی موقع خواسته منو سوال است. از سعلم یاد دیگه، یعنی خواسته. هدف زندگیش طرف معلوم است تو حق. داشتن عادات غلط. عادت غلط زیاد خوابیدن، عادت غلط زیاد خوردن، عادت غلط زیاد برای قضای حاجت در دستشویی ماندن، اینا عادت غلطی بوده، وقتشو داره تلف. مورد بعدی بی‌نظمیه. طرف هیچ چیز سر جاش نیست، گفتیم. این عادت غلطی بی‌نظمی، باید نظم داشته باشه. کجا خیلی از این عادت‌ها میشکنه؟ مثل سربازی. خیلی جای خوبیه. بهترین فرصتی طرف آدم بشه. قدیما طرف میرفت سربازی، برمیگشت بهش زن میدادن. گفت این درست شده، این مرد شده. اینا بی برنامگی از دزدا و سارقان حرفه‌ای وقت بی برنامگی، طرف هیچ برنامه‌ای نداره برای زندگیش. خواب زیاد، ماشاءالله، مبتلا به همه. چقدر همین میذارن برای خواب؟ دنبال بهانه میگره خواب. بعضی از اینا بیماری ها، یعنی خون طرف کثیف میشه، میگن خواب طرف زیاد میشه. کسی که خوابشون زیاده، این پزشکای سنتی میگن برید طب سنتی، میگن حجامت کنید. واقعا هم اثرگذاره. من خودم تشخیص دادم خوابم زیاد بود، رفتم حجامت کردم، سر حال شدم. اصلا هر چی بخوابی خواب میاری. اینو گفتیم. مکالمات اضافی و غیر ضروری و پرحرفی، همین زبونه بخش عمده از وقت ما رو میگیره. عدم واگذاری امور به دیگران یکی از دلایلش. طرف همه کارا رو خود خودش انجام بده، تخصص نداره، هم وقت خودش رو میگیره، هم وقت چی؟ بقیه رو میگیره. قفل دفتری که قفل عوض شده بود و خراب شده بود، رفتن قفل گرفتن برعکس گرفته بودن، یعنی در بعد این زبونش میچرخید. بعد ما گفتیم تو این بخواد بره و فلان، اینو بازش میکنه. بازش کردیم و چرخوندیم از تو و فلان، و بعد برای یه کار دیگه رفته پیش قفل‌ساز. این دوست ما بهش گفته بود چی؟ گفته بود ما اومدیم اشتباه گرفتیم، خودمون برگردونیم. تو چجوری این کار کرد؟ گفته بازش کردم. فر گفته بیا نگاه کن اینجا رو، یک پیچ‌گوشی کرد و تق این چرخید. راهکارش اینه دیگه. اون آقا تخصص داره برای همین کار. هزینه رو خراب میکنه، هزینه سرمایه و هزینه عمرش. عدم مشورت با افراد خبره، استشاره. آقا من میخوام این کار انجام بدم، نیم ساعت وقت میذاری برای مشاوره، عوضش بابت این 30 دقیقه 30 سال از عمر تو خراب نمیکنه. سراغ متخصصش هم میری. تلویزیون یکی از قاتل، دیدی 10 تا 15 سال وقتو میگیره، یکی از قاتلای وقتها. البته این آمار مال زمانی بوده که اینترنت زیاد وارد نشده بوده. الان از بحث تلویزیون کم شد و فضای اینترنتی و سایبری خیلی وقت گیر شده، یعنی وقت میذاره برای چت کردن تو فیسبوک، رفتن نظرات اینا رو خوندن. واقعا طرف داره وقت خودش رو تلف میکنه. حالا اینا خیلی کارشناسایی مثلا خیلی مهمی هستن تو این حوزه، بریم نگاه کنیم ببینیم نظراتشون چیه. تلویزیون خیلی وقتمون رو میگیره. اصلا این صفحه شیشه‌ای میخواد کامپیوتر باشه، تلویزیون باشه، ماهواره باشه، هر چی میخواد باشه، LCD باشه، هر چی میخواد باشه، خیلی داره وقتمون میگیره. عادت کنید چشتون رو ندزدید. گوشی موبایلش چقدر بازی، نمیدونم چی، این بازیایی که همینجوری وقت آدمو میگیره. من یه بار یکی از همین بازی رو ریختم تو گوشیمون، انجام ندادم، رفتم توی پراپرتیز بازی نگاه کردم، دیدم 13 ساعت 18 ساعت چقدر از وقتمو گرفته بود. 10 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه 5 دقیقه خودش رو. من اینقدر سرگرم این بازی بودم. حالا چون اونجا گفتم راستش میگم شما این کار رو، گفتم به علی دیگه بازی نمیکنم، گذاشتم و دیگه همش دست نزدم. از گوشی با هم پاکش هم نکردم. گفتم تو هستی من به تو دست نمیزنم.